اما یک دکتر لایق در سکیرو توی این ویدیو سعی میکنم داستان اما رو با تمامی جزئیاتی که ازش پیدا کردم واسهتون بگم اما بهمون میگه که یه دکتره و داره به یه نفر خدمت میکنه اما به نظر میرسه واقعا ژاپنی نیست و یک مسافره که از وقتی کوچولو بوده اومده ژاپن چون اسمش ریشه اروپایی داره بعد از اینکه یکم باش صحبت میکنین از ملاقات خودش با اسکاپتر بهتون میگه میگه که یه روز که خودمو یهو وسط صحنه نبرد وسط اون همه کشت و کشتار دیدم نمیدونستم جیغ بزنم یا گریه کنم دست و پامو گم کرده بودم بعدش یه میمون رو دیدم که داره یه کوفته برنجی میخوره منظورش از میمون همین شخصیتیه که میتونیم باش صحبت کنیم اینجا از زبون این NPC قضیه رو میشنویم که میگه اما داشت جوری مظلومانه نگاه میکرد که نمیتونستم کوفته برنجی و جلوش بخورم پس ناچار کوفته رو دادم بهش تا اون بخوره انگار اما روش تاثیر زیادی گذاشته به نظرم این اتفاقایی که اما داره میگه توی زمان انقلاب ایشین افتاده اون زمان آشینا خیلی جای خطرناکی بود و امنیت هم نداشت اینجاست که دوگن که یکی از دوستای اورانگوتان بود میاد اما رو به فرزن خوندگی قبول میکنه اورانگوتان بر این باور بود که بهتر اما به دست شینوبی نیفته وقتی اما داشته زندگی خودش رو با دوگن سپری میکرده به نظر میرسه خیلی به مهارت های مربوط به نبرداش علاقه ای نداشته و بیشتر دوست داشته جنبه دکتر بودن و درمان کردن رو ادامه بده شخصیت اصلیمون بهش میگه تو از وقتی کوچیک بودی بلد بودی درمان کنی اما میگه بله من میخواستم واسه استادم دوگن مفید واقع بشم همچنین میگه حاضر بوده توی این زمینه با بقیه رقابتم بکنه معلوم علاقه زیادی هم داشته همچنین میگه که مریضاش اصلا مثل هم نبودن بعضیاشون خوب بودن و صبور بعضیاشون هم مریضای بدی بودن و کارشو سخت میکردن بعضیاشون هم حتی شینوبی بودن اینجا کارکترمون میگه کارتو سخت میکردن یعنی چی اما هم میگه یعنی بهم نمیگفتن کجاشون درد میکنه اصلا نمیدونستم مریزن یا نه بازی بهمون میگه که اما گرگ رو مدتی که میشناسه حتی قبل از اینکه ولف توی یک کاخ اما رو ملاقات کنه این یعنی بعد از اینکه ولف رو جزو دسته شینوبی قرار دادن هنوزم آشینا یه منطقه امن نبوده و آرامشی درش وجود نداشته هنوز جنگجای خونخار توش وجود داشتن شاید هدفشون این بوده که آشینا رو به آشوب بکشن دوباره بعضی هم مثل هیراتا کلا دل دزدن و بازم آرامش شهر و امنیتش رو به خطر میندازن اما بهمون میگه که یه بیماری به نام دراگون رات یه زمانی توی آشینا یو پیدا میکنه و کسی هم راه درمانشو بلد نبوده این مربوط به زمانی میشه که لیدی تومه و لورد تکیرو رو دیواین رلم رو ترک میکنند با کمک لیدی تومه در نهایت آشینا یه بار دیگه نجات پیدا میکنه و دوباره میفته دست مردم و اهالی خودش ولی در ازای یک جزای سنگین اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین با لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. چرا که هر کسی رو دشمن میگرفت امانش نمیداد و سری میکشتش به نظر میرسه همین لیدی تومای بوده که به واسطه خون اجده ها در نهایت ناخواسته کاری میکنه بیماری دراگون رات توی آشینا شیوع پیدا کنه هر کی این بیماری رو میگرفت سری میمرد این اتفاق حدود 20 سال پیش رخ میده و استاد اما دوگن سعی میکنه تا واسه این بیماری لاعلاج یه راه درمان پیدا کنه اما وقتی که دوگن میمیره این مأموریت میفته رو دوش اما واسه همینه که وقتی اما میفهمه دراگون رات هنوز روی اسکاپچر تأثیری نداشته قضیه واسش جالب میشه اونم به خاطر ولف که کلی بار جون خودش رو از دست میده یه بار اوگر میکشتش یه بارم جوزا و بقیه یه کارکترا. این به اما اجازه میده که بتونه یه سری اطلاعات بیشتری درباره بیماری به دست بیاره و با کمک اطلاعاتی که استادش دوگن واسش باقی گذاشته به درمان بیماری نزدیک تر بشه اینجا ولف باید بازم یه سری آیتم بیشتری واسه اما ببره پس این کارو میکنه در نهایت این باعث میشه که اما بتونه بالاخره یه راه درمان واسه بیماری پیدا بکنه بعدش هم بهمون درباره این روش اطلاع میده حالا اما یه هدف جدید پیدا میکنه اونم چیزی نیست جز مراقب

واسه همین هر چند وقت یه بار به ایشین سر میزده تا جایی که ایشین وقتی خونه نبوده واسه اما نامه میذاشته تا نگرانش نشه به خاطر همین اماست که پیرمرده میتونه هنوز شکار کنه و سرزنده باقی بمونه تا بتونه از گذشته واسمون بگه برخلاف سنش اصلا خلق و خوش مثل پیرمردا نیست ولی خب آشینا قراره یه بار دیگه جنگ و تجربه کنه دشمن داره دوباره نزدیک میشه اینجاست که آشینا شروع میکنه به آماده شدن واسه دفاع دیمن او اوگرای چشم قرمز، همگی اینا قرار در برابر دشمن بیستن و دفاع کنن ولی این کافی نیست. آشینا نیروی دفاعی بیشتری لازم داره. اینجاست که گینیچر تصمیم میگیره یه بار دیگه از قدرت خون اژدها استفاده کنه. واسه همین باید از کمک کورو هم استفاده کنیم چون دشمن خیلی خیلی قویه دشمن میدونه که باید از آتیش که نقطه ضعف چشم قرمزا هستش در برابرشون استفاده کنه ایشین درباره نقشه ی گینیچر میدونه و میفهمه که استفاده از قدرت اجدها کاری میکنه یه بار دیگه بیماری دراگون سرزمین بازی و فرا بگیره واسه همین اما رو میفرسته تا یه بار دیگه ولف رو برگردونه تا از هوا در برابر گینیچر محافظت کنه اما واسه ما نامه ای میفرسته و بهمون میگه که بهتر به فرار کردن بریم لرد خودمون رو پیدا کنیم همین اما باعث شد به لطف اسکاپتر بتونیم به کاخ دلاپیلیتت وارد بشیم اما یه کار دیگه هم اما میکنه بهمون درباره یه قدرت دیگه اطلاع میده که شدتش تقریبا با قدرت اجده ها برابره قدرتی به نام شورا درباره جزئیات شورا توی این ویدیو صحبت نمی کنیم ولی یه چیزایی باید گفت کلا وقتی با اما درباره ساکه حرف میزنین ولف ازش یه سوالی میپرسه میگه که کی داده با خنجر و شمشیر مبارزه کنی واسه مای پلیر اصلا مشخص نیست چون تا حالا مهارت های جنگی اما رو به چشم ندیدیم اما در جواب میگه که خیلی هم کارش با شمشیر و خنجر خوب نیست و رو سرسری گرفته میگه فقط به خاطر این یکم روی مهارت جنگیم کار کردم تا بتونم اگه سر و کله یک شیطان پیدا شد بکشمش اینجا رسمون سوال پیش میاد منظور اما از شیطان چیه وقتی بازی رو ادامه میدیم در نهایت میتونیم متوجه بشیم دقیقا منظورش چی بوده متوجه میشیم که یه زمانی اورانگوتان میخواسته خودش رو درگیر شورا بکنه واسه همین ایشین میاد انگشتش رو قطع میکنه تا اورانگوتان درگیر این ماجراها نشه و به حالت اولیش برگرده درگیر تنفر ذاتیش نشه ولی اما میتونه ببینه که چه بلایی سر کسی که یه روزی از مرگ نجاتش داده اومده اما یه طبیبه کار طبیبم اینه که بیمار رو از دردش رهایی ببخشه وقتی با اسکاپتر که شیطان تنفره مبارزه میکنیم یه ها ازمون یه درخواستی میکنه میگه کارم رو تموم کن آزادم کن بعد از کشتنش هم ازمون تشکر میکنه اما شمشیری داشته که واسه همین لحظه آمادش میکرده میدونسته که اگه اسکاپتر دوباره وسوسه قدرت و تنفر بشه و خودش رو درگیر کنه باید با همین شمشیر با دستای خودش اونو بکشه تا رهاش کنه ولی نکتش اینه که تمامی کسایی که میتونن به زندگی بقیه خاتمه بدن ممکنه درگیر شورا بشن اما میدونه که اگه ولف بیاد کورا رو نجات بده باید واسه این کار دستای خودش رو به خون آلوده کنه این میتونه دلیل این باشه که اما به همون فایت میده به عنوان کسی که باید حواسش به شورا باشه اما تصمیم میگیره که اگه ولف هم میخواد درگیر شورا بشه قبل از این اتفاق بکشتش اما به آشینا خدمت میکنه و تقریبا اشخاص مهمش رو میشناسه چرا که در بعضی رخدادهایی که توی زندگیشون رخ داده حضور داشته همین اما که به کورو اجازه میده بتونه خودش رو درمان کنه همچنین میتونیم حرفایی که با کورو زده رو هم از زبون خودش بشنویم دقیقا مثل توی کاخ بعدش میفهمیم که قبلا وقتی همه مردم واسه خودشون توی قلعه جشن میگرفتن و شادی میکردن اما در کنار لورد گینیچرا، لیدی توموه و لورد تیکی رو بوده اما بهمون میگه که لورد تیکی رو فلوت میزده و لیدی توموه هم پایکوبی میکرده و میرقزیده میگه کاش بتونم دوباره اون صحنه رو ببینم همچنین اما میبینه که لیدی توموه همونطور که داشته میرقصیده سعی میکنه خودشو بکشه و از دنیا آزاد بشه حتی اما کسی که موفق میشه واسه دراگون رات راه درمان پیدا کنه نمیتونه با این قضیه کنار بیاد دقیقا مثل کورو اما هم تاثیراتی که استفاده کردن از قدرت اجده ها به دنبال داره رو فاش نمیکنه و میدونه که پایان دادن به این نفرین چه اثراتی به دنبال داره دوباره وقتی ما به حرفای اما گوش میدیم متوجه میشیم که داره کورو رو تشویق میکنه تا نقشه خودش رو عملی کنه ولی وقتی به ما میرسه به اون میگه نه من دارم سعی میکنم کورو رو نجات بدم ولی وقتی گوش وای میسیم میتونیم بفهمیم که اما داره میگه هم اون که ما باشیم و هم کورو باید نابود بشن دقیقا مثل لیدی تومه و لورد تکیرو ولف و کورو تنها کسایی نیستن که گول اما رو خوردن اما یکی از اونایی که از هیراتا جون سالم به در برده پدرخوندش دوگن اونو ترک کرده و اسکاپترم بعد از حمله ای که به آشینا میشه خودشو درگیر شورا میکنه که ما میایم با کشتنش آزادش میکنیم میکشیمش ایشین به خاطر بیماریش جون خودش رو از دست میده اونم وقتی که گینیچرا میاد تا کورو رو بدزده گینیچرا هم در نهایت خودشو میکشه تمامی کسایی که اما باشون دوست بوده الان از بین رفتن حالا مونده خودش و یه سرزمینی که داره به دست دشمن میفته وقتی اما اعضای مصنوعی ولف و واسش میاره و همچنین مرگ کورو رو هم میبینه مطمئن میشیم که از نبرد جون سالم به در میبره به احتمال زیاد ولی عاقبتش چی میشه اونم بعد از اینکه تمامی افرادی که دوستشون داره رو از دست میده در نهایت به دست خودمون کشته میشه یکی دیگه از این که تا آخرش با همون میمونه و در نهایت سرنوشت خودش رو عوض میکنه الکساندر توی الدن رینگ که با کلیک روی صفحه میتونین با داستان اونم آشنا بشین توی ویدیو بعدی میبینمتون فر.